ببخش صدام باز قطع شد، هنوز بچه ها خیلی کم وارد، کارمون رو انجام بدیم. من منتظر میمونم بچه ها وارد بشن. سریعتر فقط وارد بشید خوشگلای من. هنوز بچه ها خوب نیومدن همشون. من صدای منو دارید الان؟ بچه ها صدای منو دارید؟ بله بله، مرسی. ببخشید امروز صدا همش دچار مشکل میشه. خب الان بچه ها میریم اذان، بعد از اذان برمیگردیم سراغ درس. نوشم باشه پسرم. بعد از الان میخوای دستتو ببر بالا، یک دقیقه فرصت داریم. دستتو ببر بالا رادین. رادین جانم پسرم، جانم آقا رادی سلام خانم روینیک. سلام پسرم. خانم روینیک جان، خواستم اول با اینا رو نوشتم رادین. آفرین آفرین بچه، به همین صورت اینا هم هست. حالا بعد اینم درست کردم. علی علی باریکلا پسرم. اگر بچه ها از اینا خونه دارید خیلی خوبه، با هم انجام بدید. اسمای مختلف رو در میارید. آفرین. بله خیلی خوب، خیلی عالی عالی. ممنون خانم. مرسی رادین جان، ممنون از اینکه با درس پیش میری و همکاری میکنی. بچه ها اگر از این بازی ها دارید حتما باهاش انجام بدید. گفتم توی خونه هم صفحه های شطرنجی اگه دوست دارید یا درست بکن، یا یه برگه شطرنجی بردارید اسم خودتون رو حتما بنویسید. خیلی جالبه، اسم خودتون، مامانتون، باباتون، حتی میتونید اون نامه‌ای هم که گفتم بنویسید با این صفحه های شطرنجی بنویسید و هدیه بدید. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن پسرهای خوبه. حالا قبل از اینکه من وبکمات رو روشن کنم کتاب من معرفی کنید، میخواستم که آقا تاها رزوی کو آها اینا هاشش آقا تاها وبکم روشن کن پسرم. بله خانم. بله آقا تاهای گل. آقا تاها فردا چه روزیه؟ فردا چه روزیه؟ فردا نمیدونم. نمیدونی؟ نه خودت نمیدونی چه روز مهمی هستش فردا؟ نه نه؟ نه تولد بله تولد آقا تاهای کوه. بله بچه ها برای دوستتون پیام بذارید تولدش رو تبریک بگید. تولد آقا تاهای کوه یک سام بزرگتر تاها تولد یک سر خوبم بکرم یا هم بهش بابا من خودم میکنم تو صدا
بزن آقا جان و خدا زحمت بزن تولدت و از شادی کنیم به چیزای خوبی داری تاها و تو دوستای مهربون داری خوش با حال تاها ممنون خیلی خیلی ازتون ممنونم آقا تاها با این دوستای مهربون و خوبی که داری چقدر همه تو رو دوست دارن همه تولدت تبریک بهت گفتن منم تبریک بهت میگم عزیزم در اینها رو برات آرزو می‌کنم انشاءالله که به هدفهای بالای خلایت برسی بسرم انشاءالله همه آرزوهای خودت برآورده بشه زیر سایه پدر و مادر بزرگترها هر چی خوبیه واسه آرزو دارم پسر بانم منم ممنونم از تو که امت سر خوب آقا دنسونی هستی حرف آمارا معلم روش میکنی به خاطر همین هم همیشه موفقه ممنونیم از آقا تاها و دوستای خوبش میریم سراغ کتابخانی بچه ها ما گفتیم که هفته کتابخانی یه سری از بچه ها مونده بودن اگه یادتون باشه قرار شد این هفته جامل من اسمتون رو نوشتم اجازه بدید اولی که دفعه قبل مونده بودن انجام بدن بعد که تموم شد میرسیم به سراغ بقیه بچه ها دست نبرید پسر خوبم آریان، رضا اسحاقی، آرشام، بنیامین، رضا جلیلی، سهیل، سامین، سپهر، تاها چشم اینا دفعه قبل کتابشون رو معرفی نکردن قرار شد در دو سه دقیقه کتاب رو معرفی کنن نتیجه گیریش رو بگن حالا عکس چیزی هم داشت نشون بدن پس من الان به نوبت میخوام وبکماتون رو روشن کنم خب یعنی میزخانی ایشالا دفعه بعد پسرم حالا اگر که بچه ها من برمیم همین دفعه اگر نه که حالا اول بچه هایی که مونده بودن از هفته پیش و من بهشون قول دادم آقا سامین پسر خوبه سلام خانم روحینیک سلام پسرم خب کتاب من میخوام یه کتاب معرفی کنم اسمش ماشین بازی موتور سواری میکنم عکسش هم اینه چه عکس خوشگلی بخوام و آخرش خب ببینین چی گفته باشی آخرش گفته عکس خودت رو اینجا بچسبون نه همین نچسبونده
که یعنی موتور شده. آره من خودم موتور دارم. بله. چه نتیجه گرفتی از این داستان؟ من نتیجه گرفتم این موتور سواری میکنه خب من همه چی هم رعایت میکنه، کلاه ایمنی رو میذاره، دستش ایمنی رو میذاره، لباس ایمنی رو میذاره، همه چی رو میذاره. بعد یکی دیگه هست خطر در خیابانه. آفر این خیلی کتاب خوبیه بچه ها. خب از این چه نتیجه گرفتم؟ از این نتیجه گرفتم این مثلا زلزله میاد میره، مثلا میریم زیر میز، میریم زیر موب، میریم زیر مثلا زیر پنجره، نباید بخوابیم، نباید چه مثلا یه قابو بزنیم اونجا، اینا توضیح داده. بعد یکی دیگه هم هست، این چه رفتی به خطر در خیابان داشتان؟ آه ببخشید ببخشید، نه خطر در خطر در خانه، در زلزله. خب اسم کتاب رو درست بگو. چشم. بعد خطر در خانه رو، خب خطر در خانه رو دوباره من نتیجه گرفتم که چه؟ نتیجه گرفتم که این خونه که هستی مثلا مامانا ما رو میذاره تو خونه. بعد من نتیجه گرفتم نباید بریم دم گاز، نباید بریم لب بخاری زیاد، نباید بریم دم مثلا در رو باز کنیم یه وقتی دزده. بعد نباید در رو باز کنیم واسه هیچکی، فقط واسه مامانم باید باز کنیم. خیلی خوب بود سامین. بچه ها میتونم که سامین خیلی به زدش رو قطع کنم، خیلی کتاب خون هستش، کتاب های زیادی داره معرفی کنه، ولی وقتمون دیگه تموم میشه. آقا سامین بله بله خانم من یه دونه دیگه هم دارم. خب فرکتر بگو. اسمش حسنی و بازی رایانه ای. حسنی خب همش باید لپتاپ میشست، فیلم ترساک میدید، اینا ها داره فیلم ترساک میدینه. آخ 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 بعد چشاش در گرفته بود، بعد امت بازی کرده بود، ببینی سر مامانش عصبانیه. چه کار بازی، چه کار بازی. بعد نتیجهش این بود که دیگه مامانامونو اذیت نکنیم، مامانامونو عصبانی میشیم. یه لیوان آب بخوریم. آره یه لیوان آب بخوریم. و خانوم یه چیز بگم، مثلا عصبانی میشیم با دوسته، دو تا چیز میگیری تو دسته که نزنیش. خب بعد اینطوری اونو میگیری، بعد که اونو فشار بدی، بعد همین دیگه که عصبانیتمون خالی بشه. مرسی آقا سامی، خیلی چیزهای آموزندهی به ما یاد دادی، ممنونم آقا سامی. آقای تاها چشمی سلام خانم. سلام پسرم. خب بگو ببینم شما چی میخوای به ما معرفی کنی؟ من میخوام سه تا کتاب با یه دونه نقاشی. یه دونه نقاشی. خانم. خانم. آها.
ببخشید صدای تو بس میشه. بله خیلی. بله خانم صداتون رو نداریم. خانم 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 صدا نداریم. خب حالا کتابتو معرفی کن. من صدا دیگه بس شد. خیلی قشنگ کشیدی، دوستاتم میگن خیلی قشنگه. خب حالا کتابتو سریع معرفی کن عزیزم. این کتاب سبزه. خب این که کتاب درسیه، کتاب درسی نه، کتاب داستانی. چه داستانی خوندی عزیزم؟ داستانی معنی اینجا نیست. کتاب درسی. خب من که داستانی بخونی و بیا اینجا نتیجه گیری کنی. ولی این دفعه خونه مامان بزرگم، کتابا میرم میارم میخونم. باشه پسرم. خب حالا این کتاب رو چی کار میکنی شما؟ تمرین میکنی توش؟ بله داخلش همین تمرین و این هست. آفرین پسرم، آفرین که تکرار رو تمرین میکنی تو خونه تا خوب درساتو یاد بگیری. اینم املای شبه توش مینویسی درسته؟ بله. آفرین پسر درس خونم، حتما تکرار و تمرین داری. مرحبا به شما، آفرین پسر فرم ازت. خب تاها و سامین دستاشونو بندازن. آقا سهیل بچه ها دستاتونو بندازید دیگه که بچه ها با هم قاطی نشن. سامین، تاها، چشمی دستاتونو بندازید. سهیل سلام عزیزم. خب شما بفرمایید. من میخوام در مورد دایناسورا بگم. بله بفرمایید. فرهنگ تصویری دایناسورا برای کودکان. آه چه کتاب جالبی میتونه باشه ها، فرهنگ تصویری. خب آفرین، داره کتاب مربوط سن خودشو میخونه، بر مربوط به کودکان. خب آقا سهیل برامون توضیح بده ببینیم. خب این دایناسور همه چیز خاره. آی چه وحشتناک هم از صورتش. این همه چیز خاره یعنی گوش خار و نمیدونم یا خار و اینا، درسته؟ خب اسم دایناسور را اینطور. سختی هم داره سهیل. خب دایناسور بعدی رو معرفی کن بهمون. همین بود، تموم شد. آره بله آقا سهیل. بله تو هیل صدای منو داری پسرم. خب پس این یه دایناسور همه چیز خواهد بود. آیا الان دایناسوری وجود داره سهیل؟ نه الان هم دایناسورها وجود دارن؟ بله. کجاست؟ پیزا جا. بله نسلشون منقرض شده، درسته. مرسی آقا سهیل، ممنون از کتاب خوبی که به دوستات معرفی کردی و نشون دادی. خب آقا آریان، آریان سلام.
سلام پسرم. خانم من یکی از کتابام همراه نیست، فقط دو تاش دو تا همراه بفرمایید. من واسه بفرمایید من یک کتاب آوردم که واسه دانستنی هاست، واسه بچه ها خوبه، مغزا روش میده، معما داره توش، مثل این کتابه. خوبی، بله آفره. خوب در باره با چی نمیشه؟ در باره دانستنی هاست و معما هست، مثلا معما میده و دانستنی هاست، معما میده دانستنی هاست. بله. اون یکی کتاب هم با صد دانشمند بزرگه که همه صد دانشمند بزرگ که توش دانشمند صد تا دانشمند رو معرفی میکنه. بله بچه ها ببین مربوط به امروزمون ها، درست آقا آریان؟ بله دانشمند رو آیا میشنسید؟ این کتاب خیلی کتاب مهمیه بچه ها. بله. با دانشمندای بزرگ جمع میشیم، با دانشمندای ایرانی آشنا میشیم. خب یکیشو انتخاب کن برای ما بگو. من یکیشو انتخاب کنم؟ صد دانشمند. یه توضیح بده، نمیخوام بخونی از روش. من صد دانشمند بزرگ خب خوندم، با دانشمند آشنا شدم، توضیحاتش هم مینوشت، مثلا میگفت چی کارا کردن، اسمانشون هم مینوشت تازه. خب. بله. اسم دو سه تا دانشمندا رو میتونی بهم بگی؟ اسمشو بگی. دو سه تا مثلا بزنین، من یکیش انیشتین، اون یکی رو من یه دقیقه. مثلا جوزف لیستر که ضد عفونی کننده رو اختراع کرد. اون یکی چه چیز مهمی؟ اصلا ضد عفونی کننده ها رو چیز کرد، یاد داد. اون یکی ماری کوری اشعه ایکس رو اختراع کرد. آفرین، خیلی کتابت مفیده. چرا میخونی دیگه پسرم؟ این کتابو کامل میخونی دیگه، درسته؟ بله میخونم. آخرین صفحه هم کسی رو داده، حالا اسمشو دقیق نمیدونم، ولی آخرین صفحهش یه نفریه که صندلی برقی رو اختراع کرده واسه فلجان، مثلا بتونه روش بیاره بشینن فلجان دیگه. بله. خودش خودکار حرکت میکنه. اینم خیلی چیز خوبیه بچه، همه اینایی اختراعات بزرگی برای ما انجام میدن، ببینید چه کار بزرگی در حق ما میکنن، چقدر برای ما ها فایده داره. ما باید خیلی ممنون این دانشمندای بزرگ باشیم. خب آریان، خیلی خوب این کتاب باعث میشه که یه ایجاد انگیزه واسه شما باشه. نه یه کتاب دیگه هم داشتن دوباره، فضا حضور نیست الان در دسترس نیست، نتونستیم بیاریمش نشون بدیم. ایرادی نداره پسرم، خیلی کتابت مفید و خوب بود. ممنونم آقا آریان، بسیار همه بچه ها و من چیزهای خوبی یاد گرفتیم. خب آرشام دستشو ببره بالا. آرشام، نوبت آقا آرشام، ببینین چه کتابی میخواد به دوستاش معرفی کنه. بچه ها من خیلی کیف کردم از کتاب های مفیدی که همه تو معرفی کردید. سلام پسر گلم، آرشام چی میخواد به ما معرفی کنه؟ من یک کتاب دارم، اسم اینه، این یاسمن جوجه ها. خب در رابطه با چیه؟ در رابطه با کمک کردن به حیواناته. این پنج قصه اینا اینجا نوشته، پنج قصه تو چیز داره، تو این کتابه داره، پنج قصه راجب حیوانات. یه شلوشو میتونی بگی؟ بچه ها این هم مربوط میشه به درس هدیه های امروزمون. جالب، کتاب هایی که بچه ها معرفی میکنن برمیگرده به درس هامون. پنج قصه، یکیش میگه در رابطه با حیوانات، توی درس
نه هدیه ها خوندی درسته؟ خانم اینه ها خب چه عکس خوشگلی هم باید به جوجه ها دانه بدیم، باید کمک کنیم به حیوانا، بعدش باید به اونا کمک کنیم، غذا بدیم، شیر بدیم. توی زمستون توی زمستون به پرنده ها غذا بدیم. آفرین پسرم. من یه کتاب دیگه هم دارم. من مامانم تازه خواهد. این پسری که از فضا به زمین سقوط کرد. اینه. از فضا اومده پس. خب. و بعد خیلی جالب باشه این کتاب. هنوز نخوندی شاشان؟ نه هنوز نخوندیم. اینا تصویراش اینطوریه. کتاب جالبیه. به به. اینم جالبه ها بچه ها. این داستانای اینجوری هم جالبه. حتما آقا آرشان میخونه و در فرصت مناسب برای دوستا توضیح میده. بعد یه دونه کتابم میخوایم بخریم. اون خیلی جالبه. اسمشو نمیدونم اما اون روز که با مامانم بیرون بودیم دیدیمش. خیلی قشنگ بود. آها کتابو بچه‌ها نباید یه دفعه برید بخرید. الان آرشام خیلی کار خوبی میکنه، این کتابو میخره، میخونه کامل، یاد میگیره، نتیجه گیری میکنه، بعد میره یه کتاب دیگه میخره. ممنونم آقا آرشام، چه چیزهای کتابهای جالبی به ما معرفی کردی. بچه‌ها من متوجه شدم که بیشتر شماها از کتابهای فضایی، داستانهای فضایی و دایناسورها خیلی یانگینش بلا بود تو کلاس ما، دایناسورها و فضا و البته دانستنی ها هم زیاد داشتتون. خب نوبت پسر خوبم رضا جلیلیه. رضا و بنیامین موندن، حالا این دوتا پسرمونم انجام بدن. رضا اصلا تو کلاس نیستش که، نه رضا هست نه بنیامین، چرا نمیدونم. بچه‌ها اگرم یه وقتی مشکلی براتون پیش میاد یا اینکه نمیتونید وارد بشید یا اینکه حالا مثلا یه زنگو میخواید اجازه بگیرید، حتما باید به من پیام بدید، حتما باید اجازه داشته باشید، اجازه بگیرید. همینطوری که نمیشه وارد کلاس نشید. بگید خب دیگه حالا هر زنگ، ببینید بچه ها معاونین تو کلاس هستن و هر زنگ حاضر غایب میکنن. شاید حالا من برسم به درسم بگم خب من دارم درسم میدم، بگید خانم حواسش رفت به درس دادن دیگه. من حتما حواسم هستش، ولی معاونا هم بچه ها چک میکنن. خب دارم پیام ها رو نگاه میکنم ببینم که پیام به من ندادن. نه پیامی در رابطه به من ندادن. پس وارده کلاس نشدن. رضا و بنیامین. اگر دلشون غیر موجه باشه حتما نمره کم میشه. بنیامین که الان اومد. آقا بنیامین کجا تشریف دارید شما پسرم؟ خانم بنیامین دارم پسرم، کتابتو معرفی کن. کجا بودی بنیامین؟ من وارد شدی؟ من نتونستم وارد شم، واسه همین پر شدم بیرون، دوباره اومدم تو، صدای شما رو نداشتم. خب پسرم کتاب معرفی کن. بیا پایین تر. بنیامین بیا پایین تر. خیلی بالا. خب اسم کتاب چیه؟ اسم کتاب هم؟ بله ببینم تو رو سخت گرفتی. اینه. کاپیتان
خب خوندی کتاب تو اصلا؟ بله من خوندم. بله بله نتیجه گیری کلی آخر بکن. نتیجه گیریش اینه که این دوتا پسر بودن که دوتا فضایی میان رو سقفشون میشینن. خب بعدش اینا هرچی داستان می نوشتن اتفاق می افتاد. مثلا می نوشتن مثلا کیان گفته من سیدیشو دارم خیلی جالبه. مثلا مثلا تو این می نویسن مثلا تو قصه می نویسن یه چیزایی دور بر خودشون درست میکنن، بعد هرچی که اینا درست میکنن اتفاق می افته. اینا در بره فضایی داشتن چیز می کردن، می گفت سه تا فضایی بودن که میخواستن آدم ها رو چیز کنن. بعدش از این داستان می نویسن، بعد میرن مدرسه این اتفاق میفته. بعدش کاپیتان زیر شلوار یا بشکن میزنن میاد. بعدش میرن با اونا می جنگن. بعدش هر وقت رو این کاپیتان زیر شلوار مدیرشونه، هر وقت آب بیرزه روشون روش برمیگرد به حالت اول. بله مثل این که داستان جالبیه. کیان نیامین تو داشتی توضیح میدادی، بیشتر دوستات گفتن یا ما سیدی شدی کتاب خوندی یا داستان کارتون دیدی. بله مرسی بنیامین، ممنونم، کتاب جالبی معرفی کردی. خب سپهر یک مدیر بی اخلاقه. ای بابا مگه میشه مدیر بی اخلاق باشه؟ خب آقا سپهر، سپهر تو کلاس مشکل داره، بچه ها دیر وارد میشن. خب سپهر تو کلاس نیستش. سپهر و رضا جلیلی و رضا اسحاقی، رضا اسحاقی هم نبود. اینا قرار بود که امروز کتابشون رو معرفی کنن که متاسفانه نبودن. دیگه ما وقت کتابخانمون تموم شد، یعنی هفته بعد دیگه ما این کار رو انجام نمیدیم. خب حالا ببینیم آقا کیا میخواد چی به بچه ها نشون بده تو این 5 دقیقه که فرصت هست. سریع بگو که اگه دوستای دیگه هم خواستن من سلام معرفی کرده بودم، خواستم یه دونه دیگه به شما معرفی کنم وقت نبودش. بفرمایید. خب اسم کتاب چیه؟ اوه 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 او اینم دایناسوره. اصل دایناسورها. صدای منو داری کیان؟ کیم صدای منو داری؟ بله. پارسا صدا وصل شد پسرم. خب مثلا راجعه به اینا دایناسور ها هستش درسته؟ بله. ما خیلی واضح نمیبینیم کیم. یارمش آه چی دندون های وحشتناکی داره. وای 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 وای. خب یه دونه دیگه سفاش وحشتناک هست. این هم در رابطه با دایناسورها توضیح داده دیگه درسته؟ نه بگی یه خود بگی بالاتر تکونش هم نده که دوستات ببینه. آخ 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 اینا هم دندونه باشد ناکی دارن حتما. این خب مرسی کیا، ممنونم پسرم، مرسی از کتاب خوبی که معرفی کردی عزیز دلم. میرسیم به پسر خوبمو آقا سورنا، ببینیم سورنا چی میخواد معرفی کنه. تاها چشمی و آرشان دستات رو دیگه. یه بازی دست جمعی، بازی دست جمعی. خب ببین سورنا همراه با برادر کوچولو خوشگلش میخواد کتاب به ما معرفی کنه.
بازی های دست جمعی این کتاب خیلی باید خوب باشه، بازی های گروهی. سارنا اونو تو شطرنج رنگ کردی داداشت داره نشون میده؟ سارنا؟ آها چقدر خوبه، چقدر جالبه کتاب. اینا من و داداشم با هم دیگه رنگ کردیم. آفرین، این هم میشه بازی دست جمعی. آفرین به سورنا و داداش کوچولوی سورنا. ببینیم دیگه سورنا، این کتاب خیلی میتونه جالب باشه، سرگرمی خوبیه. آفرین بچه ها، اگه دوست داشتید میتونید این کتاب رو تهیه بکنید و بازیش رو انجام بدید. بسیار خوب، آفرین. بازی قدیم مارپله بود. اینم تازشه. خیلی کتاب خوبی به همون نگاه بسازشون. آها تازه. آها تازشون تازه. اینم عددی که افت کلی داره. دیدم، آفرین، خیلی خوش که رنگ کردی. آفرین برادر سورنا. سورنا اصلا برادرت کوروش بود؟ بله. آفرین به آقا کوروش و آقا سورنا، هم شطرنجی رو نقشی رنگ آمیزی کردن. آفرین، چقدر بازیاش جالبه بچه. اینا بازی های فکریه ها، یه من چند تایی با هم انجام میدی. سورنا با کوروش این بازی ها رو انجام میدی؟ منچه این بازی منچه بله این بازی ها رو انجام میدیم. آفرین سورنا، خیلی کتاب زیبا بود، بسیار کتاب خوبی به ما معرفی کردی، به دوستات معرفی کردی. خب ببینیم علی آقا میخواد چی به ما نشون بده. سلام خانم، من میخواد این کتاب کنم، این کتاب به تو معرفی کنم. سلام عزیزم. فرهنگ استانهای ایران اینه. آفرین پسرم، باری کلا، این هم خیلی خوبه بچه، با استانهای مختلف کشور ایران داره. اینجا من یه صفحه شو انتخاب کرده بودم، هفته صفحه 86 اینا ها. اینجا سهدیه شیرازه. الان خوبه اینجا تصویر بگیر بالا. آها آفرین بچه ها، چقدر خوبه. تصویر دیگه هم سهدیه شیراز. سعدیه شیراز آرامکیه. استان مازندرانه. اینجا هم استان مازندرانه. چند تا عکس ازش گذاشتم. کشور ایرانه. خانم من میخوام یه بخش بخونم. یه دردی دو خطش هم میخوام بخونم. سریب. بخونم. استان های سرسرد شما. این نه دم توضیح منظورم بود، میخوام دم این او این در شمال کشور قرار داره. شهر ما، این شهر مازندران، مردمان خیلی خوبی هم داره، شهر خیلی قشنگی هم. بله مرسی علی جان، ممنون از شما و ممنون از همه پسرهای خوبم که اینقدر فعال بودن، اینقدر کتاب‌های خوبی معرفی کردن به دوستاشون. خب بچه‌ها یه خبر خوبم براتون دارم. من امروز تصمیم گرفتم که جایزه‌ای که اینقدر این هفته پسرای خوبی بودید، تکلیف یک کوچولو بهتون بدم، خیلی کم. اینم جایزه این که پسرای خوبی بودید، فعال بودید توی عرض هفته، خیلی همکاری کردید. آخر هفته خوبی و برای همتون آرزومندم. خوش بهتون بگذره عزیزانم. خدا نگهدار.